25 نوامبر روز بین المللی محو خشونت علیه زنان. خشونت پدیده شومه که از سالهای دور بدین سو دامنگیر از زنان در جوامع مختلف جهان، فقیر و غنی، پیشرفته و در حال توسعه، حتی در دموکراسی هایی که حاکمیت قانون در آنها کاملا برقرار است دیده می شود. خشونت علیه زنان یکی از مشکلات اصلی حقوق بشری در افغانستان است که به صورت حاد در گوشه و کنار افغانستان ملموس و محسوس است. افغانستان از جمله کشورهایی است که موارد خشونت علیه زنان در آن به وفور قابل مشاهده است. لتوکوب زنان در خانواده، توهین نمودن، ازدواج‌های اجباری، تجاوز جنسی علیه زنان، عدم پرداخت نفقه، ممانعت از رفتن به مکتب و فعالیت‌های اجتماعی، غصب ملکیت، فرار از منزل، خصوصی‌ها و قضایای دیگر از مواردی هستند که زنان افغان شاهد آن می‌باشد. درود و وقتتان بخیر و برنامه سنگاه خوش آمدید. من رازی حیدری هستم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نهادهای عدلی و قضایی، نهادهای مدنی و سازمان ملل سالهاست برای محو خشونت علیه زنان در افغانستان کار می کنند. اما با آن هم تبعیض علیه زنان به صورت گسترده در افغانستان وجود داشته و خشونت علیه آنان بخش از زندگی عادی می باشد. این که مؤثریت کارکردهای این نهادها چی بوده؟ چرا با وجود یک نظام دموکراسی و چندین نهاد حامی زنان خشونت علیه زنان تاکنون سیر صعودی داشته در این برنامه و بحث و بررسی میگیریم. مهمانان من در این بحث آقای عبدالاحد فرزام، رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بانو قدسیه فروتن، مشاور وزارت امور زنان، بانو مریم شاهی، روزنامه‌نگار با ما هستند که روی این مسائل بیشتر می‌پردازیم. مهمانان گرامی، سلام بر شما، خوش آمدید به بحث. آقای فرزان، بحث را شما آغاز می‌کنیم. با وجود از اینکه خشونت به صورت گسترده در افغانستان وجود دارد، ولی با آن هم زنان افغانستان 25 نوامبر را تجلیل می‌کنند و در این روز دادخواهی می‌کنند و از حقوقشان دفاع می‌کنند. و سال‌هاست که ما شاهد موارد گسترده از خشونت علیه زنان در افغانستان در گوشه و کنار افغانستان شاهد هستیم که موارد خیلی خطرناک رخ می‌دهد و شما هم شاهد هستین. می‌خوایم از شما داشته باشیم که یافته‌های جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد وضعیت زنان در افغانستان چگونه هست و ارزیابی شما از این مسئله چگونه هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما مهمانان گرامی و بینندگان محترم سلام عرض میکنم. سلام و روز جهانی محو خشونت علیه زنان را به تمام زنان افغانستان و مردم افغانستان شاد باش میگم. امیدوار هستم که در سال پیش رو ما شاهد کاهش موارد خشونت علیه زنان در کشور خود باشیم. متاسفانه همانطور که شما هم گفتین، خشونت علیه زنان همواره از سالهایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نهادهای مثل وزارت امور زنان و سایر نهادها فعالیت خود آغاز کرده، همواره سیر صعودی داشته. ما هر سال شاهد افزایش خشونت علیه زنان بودیم و امسال هم متاسفانه بر اساس آماری که ما در دفتر صحاوی کابل داریم، در دفتر صحاوی کمیسیون حقوق بشر، نزدیک به 19% افزایش یافته خشونت علیه زنان. صرفا دفتر صحاوی کابل حدود 900 مورد خشونت علیه زنان را ثبت کرده و گزارش عمومی کمیسیون حقوق بشر هم انشاءالله به زودی به نشر میرسه و قطعا یا آمار را که من خدمت شما عرض کردم 19% افزایش، تقریبا میتونیم بگوییم که از کل کشور میتونه نمایندگی کنه. بنان این مورد نگران کننده است واقعا و نشان میده که هنوز خشونت اعمال میشه، خشونت تبارز پیدا میکنه و رو به افزایش است. اما یک نکته ای که آیا به نظر شما یعنی افزایش را نشان خواهد داد؟ قطعا افزایش نشان. اما یک نکته ای که من فکر میکنم در افزایش آمارها نقش بسیار جدی داشته اینه که طی سالها تلاش نهادهای مدافع حقوق زنان از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آگاهی زنان و قربانیان خشونت علیه زنان در مورد حقوقشان، در مورد نهادهای حامیشان افزایش پیدا کرده و این افزایش آگاهی باعث شده که تعداد مراجعین بیشتر شود.
بعضی موارد بسیار شدید خشونت علیه زنان را مشاهده باشیم. خیلی ممنون آقای فرزام. بانو فروتن، صحبت های آقای فرزام داشتیم، اینها بیشتر از افزایش خشونت در افغانستان گفتند. به نظر شما چرا خشونت امسال هم نسبت به سالهای دیگر در افغانستان افزایش یافته است تا کاهش؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم حضور شما مهمانان گرامی و هم قسم بینندگان محترم تلویزیون وزین نگاه. و این روز هم حضور همگی بانوان تبریک عرض میکنم. امیدوار هستم که یک مقدمه باشه برای که ما واقعا یک روز میم از ته دل تبریک بگویم و شاهد کاهش خشونت باشیم، هرچند که زدایش خشونت شاید اگر امر محال باشه، چرا که در هر جای از دنیا را ببینیم کیفیت خشونت وجود داره، ممکن کیفیت و کمیتش یک مقدار متفاوت تر باشه. صحبت های آقای فرزان ما کاملا تایید میکنم که آگاهی خانم ها بالا رفته، میزان مراجعه زیادتر شده و این است گراف میفیصدی آمارهایی که داده میشه، هرچند که ما آمار دقیق در مجموع در افغانستان چون احصایه کامل مردم ما هیچ نداریم، از او خاطر می آمارهای ما آمارهای دقیق نیست. یک بود مسئله است، بود دیگه ایش ایست که خوشبختانه با می که ما از دهکده جهانی و گلوبالایزیشن یاد میکنیم و در افغانستان در کابل و امروز که ما در هر جای بیشنیم در یک موترم بیشنیم نفر والا در سر موترسیکلم باشه، یک دفعه و فیسبوک خود یک سر میزنه، کلگی موبایل های هوشمند داره، هر جایی که یک واقعی میشه فعلا می دسترسی به تکنولوژی هم باعث از این شده که زودتر ما اطلاع رسانی کنیم قضایی که رخ میده. یک از دلایلی است. به مسئله دیگه که هست، ما در روزا شاید از این هستیم که ناامنی به اندازه بالا رفته. مسئله خشونت ها ما میفهمیم که جز مسائل است که در حوزه علوم انسانی به پرداخته میشه و مسائلی که در حوزه علوم انسانی به پرداخته میشه اینا تگلتن است که یک علت باشه و رو باعث از شده که یک مسئله به وجود بیاد، مثل از اینکه ما در ریاضی داریم دو جمع دو چهار میشه، اما زمانی که خشونت واقع میشه ممکن عوامل مختلف پشت سر از او دست می داشته باشه، در اونجا وجود داره. مسئله خشونت که ما زمان میایم گراف از بالا رفته، ناامنی زمانی که بالا میره و ما مثلا یک گزارش را که از ولایت قندهار داشتیم که میگه ما یک سالانه هیچ فارغ التحصیل در این سالا نداشتن قندهار، هر زنی را که ما مکتب نمیمونیم، هر مکتبی هم که در میگیره این زن ناآگاه باقی میمانه. بزرگترین خشونت اینه که ما حق رفتن مکتب از او گرفته شده، یک مکتب که در میخوره شما فکر گراف خشونت در اونجا بالا میره، اما قدر مردم دسترسی از در جاهایی که امنیت حاکم است آیا زنان میتونن که به مکتب برن؟ خب مسائل فرهنگی یک از گفتم که اینی که من نمیتونم به مکتب بره عمده ترین خشونت اینه میسه که ما دینه میداریم، یک مسئله ایست. بس دیگه یک جایی هم که وجود داره مثلا امنیت در اونجا وجود داشته باشه، ما گفتم پدیده خشونت پدیده است که چندین علت است. متاسفانه سالهای سال جنگ باعث از این شده که ما در یک جمود فکری و فرهنگی دهی فرو بریم. ما اکثر کسای ما که امروز مثلا می از مدافع حقوق زن می گپ میزنیم، چی زن ما چی مرد ما، نمیگیم همگی بر خود ما حقوق خود ما رعایت نمیشه، مثلا نقص میشه، خود ما باورمند به همون مسئله نیستیم. یک از شما فرهنگ گفتین، فرهنگ برگرفته از چی هست؟ همین فرهنگ نادرستی که اکنون در افغانستان حاکم هست و همین که خشونت علیه زنان به صورت گسترده در نقاط مختلف افغانستان وجود داره برگرفته از همین فرهنگ است. پس این فرهنگ برگرفته از چی هست به نظر شما؟ از اونجایی ما همگی مسلمان هستیم، فرهنگ ما ریشه در باورهای دینی ما داره، نه قوانین ما و نه باورهای دینی ما تمامی از اینا جدای از فرهنگ ما نیست. ارزش هایی که میتونه ما را رهبری کنه که ما چه قسم عملکرد داشته باشیم، چه قسم منش و چه قسم گفتار ما داشته باشیم، این است که فرهنگ ما را تشکیل میده. بله، از اونجایی که ما بی سواد هستیم، این جمله را من تکمیل کنم، از اونجایی که ما بی سواد هستیم متاسفانه اغلب آن بی سواد هستیم و کشور سنتی هستیم، باورهای دینی ما باورهای سنتی ما همگی از اینا با هم دیگر یک جای شده. بله، مسئله عقلانیت که خشونت علیه زنان از سوی همین با سوادهای ما صورت میگیره، این بخش عزیز که ما مثلا فرهنگ ما رشد نامتناسب داشته، مثل یک انومالی که یک طفل می داشته باشه کلش کلان است، بدنش خرد است. مثلا امروز ما لیسانسی داریم که سندش جدیدش است، اما باورهای از واقعا باورهای خراب است که امروز همین یک از مشکلات ما این نظام تعلیم تربیت است، کیفیت از امروز به صفر رسیده. بعدا میپردازم به این مثلا. تشکر بانو فروتن. بانو شاهی، صحبت های دو مهمان گرامی را داشتیم، آقای فرزان بیشتر از افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان گفتن و بانو فروتن هم علل و عوامل افزایش خشونت در افغانستان اشاره کردن. میخوام شما پرسان بکنم، با وجود از اینکه سالها برای مبارزه با یعنی خشونت علیه زنان کار شده و کار صورت میگیره و هزاران نهاد در این راستا کار میکنن و فعالیت میکنن، چرا موثریت نداشته؟ چرا هنوز ما شاهد بالا رفتن گراف خشونت در افغانستان هستیم تا کاهش؟ تشکر از شما. این مسئله که شما مطرح کردین من فکر میکنم
خیلی ریشه های عمیق داره بس خشونت علیه زنان. ما چند صد سال بس خشونت علیه زنان به عنوان یک توجیه فرهنگی، یک عرف داشتیم. عرف و فرهنگ ما ایره توجیه میکرد که زن باید کتک بخوره تا اینکه بفهمه که چه کار باید انجام بده. و اینکه ما حالا مثلا فکر کنیم که در یک و نیم دهه میتونیم باور چند صد ساله را عوض کنیم، خیلی یک تصور اشتباهی هست. اما ما یک سر فرصت های خیلی خوب هم در یک و نیم دهه داشتیم که بتونیم بحث خشونت علیه زنان ریشه های بحث ریشه ای بکنیم، بیشتر از اینکه شعار بدیم. پول هایی که جامعه جهانی برای افغانستان واریز کرد، یکی از مباحث خیلی مهمش بحث خشونت علیه زنان بود که برای قضیه کار شد، ولی متاسفانه بیشتر به کارهای سطحی پرداخته شد. یعنی مبیم یک همین کمک های جامعه جهانی، آره، نهادهایی که ببینید ما مشکل ما دقیقا مشکل سواد هست. مشکلیه که ما موقعی که بالاخره بحث بازسازی افغانستان مطرح بود، بحث این بود که بالاخره زنهای جامعه بیان کار کنن، مردهای جامعه برای زنان حتی در این بخش کار کنن، ما واقعا اون وقت نیروی نداشتیم که بتونه ریشه های مشکل خشونت علیه زنان در بیاره، کاوش کنه، جستجو کنه و در بیاره که مشکل اساسی کجا هست و بعد برای او برنامه‌ریزی بکنه. این مشکل اصلی فهمیده نشده به نظر شما؟ بله، از اول که مشکل فهمیده شده و کسی ریشه های همین مشکل شناخته شده نیست. پس همین نهادهایی که اکنون کار میکنه در افغانستان، فرق نمیکنه که نهاد دولتی باشه غیر دولتی، پس اینها بدون از اینکه ریشه اصلی خشونت علیه زنان در افغانستان بیابن، پس چگونه کار میکنن، برای چی کار میکنن؟ حتما هدف دارن در این راستا که کار میکنن. بله درسته. ببینید جامعه جهانی وقتی که بالاخره توان مالی و ظرفیت های علمی و نهادی خودش وارد افغانستان کرد، هنوز خودش به درستی جامعه افغانستان ساختار قبیله‌ای، ساختار فرهنگیش نمیشناخت. باور شما این هست که همیشه کارهایی که برای محو خشونت علیه زنان در افغانستان صورت گرفته فقط در حد یک شعار بوده تا عمل؟ نه، ما نمیتونیم مطلق چنین اظهار نظری بکنیم. پس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وزارت امور زنان و نهادهای عدلی و قضایی تا کنون کارکردشان شما چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا به نظر شما کارهای همین نهادها بسنده هست برای محو خشونت علیه زنان در افغانستان؟ ببینین اینکه ما بیاییم یک ارزیابی بکنیم از کمیسیون مستقل حقوق بشر، از وزارت زنان و نهادهای مشابهش، کار خیلی آسانی نیست. بخاطر چی مردم رضایت دارن از این کارکردها؟ ببینین ما از نگاه یک آدم رسانه‌ای مثلا نگاه میکنم، ما اگر بخوایم که عملکرد اینها رو بررسی بکنیم، ما باید یک تحقیق کنیم، یک بررسی بکنیم تا به یک نتیجه مشخص برسیم. اینکه ما الان ببخشید جلوی شما مثلا جلوی صدها هزاران مخاطب بیام بگم که نه اینا کار نکردن یا اینا کار کردن، باید مساق ارائه کنم، باید تحقیق شده باشه و این را ثابت کرده باشه که اینا چه اندازه کار کردن. خب ما نگاه های اجمالی که از نگاه رسانه در این مسئله داشتیم می بوده که وزارت زنان خیلی خاموشانه کار کرده. یعنی ما مساق های مشخصی از اینها ندیدیم، حداقل در رسانه ها ندیدیم. و کمیسیون مستقل حقوق بشر بیشتر وقت ها اگر خشونتی میشه بیشتر آمار میده، بیانیه میده، در حالی که انتظار میره که فعالیت های عملی تری انجام میده. ولی ما هنوز هم وقتی که رسانه ها رو که رصد میکنیم، بررسی میکنیم، میبینیم که به اون معنا کار اساسی ریشه ای نشده. او چیزی که ما مشکل داریم با جامعه افغانستان بس ای هست که یک نگاهی ریشه ای شده بس خوشونه. خب سپاس شما بانوشای، بعدا ما شما برمیگردیم. آقای فرزا، میشه که در مورد از این مسئله یادآوری بکنین که شما وقتی آمار میتین و یک نظارت دارین روی تمام قضایای خشونت علیه زنان، در کنار این که آمار میتین و در کنار از اینکه نظارت دارین، مسئولیت شما چی هست و تا کنون مسئولیتتون رو چگونه ادا کردین؟ یک عامل ریشه‌ای‌تر، بنیادی‌تر و عمیق‌تر خشونت علیه زنان، نوع نگاه جامعه ما نسبت به زنان است، نسبت به حقوق زن است. نگاه مرد نسبت به زن، نگاه زن نسبت به زن و برعکس. ما برای از اینکه متاسفانه نگاه جامعه ما، خصوصا مردان و زنان، حتی خود زنان نسبت به زن و نسبت به حقوق زنان یک نگاه منفی است،
زن از نگاه جامعه ما، نگاه غالب البته در جامعه ما، زن یک موجود فرودست ضعیف است. بنابراین نوع نگاه ما نوع رفتار ما را هم تعیین میکنه در عمل. و با این نگاه ما متاسفانه جامعه ما مبادرت به خشونت میکنه، دست به خشونت علیه زن میزنه. ما برای رفع این مشکل ای عامل بسیار ریشه است و عمیق است، ریشه در تاریخ جامعه بشری پیدا کردیم. قسمی که بانوشاهی هم گفت که هنوز در افغانستان واقعا ریشه یابی درست نشده و ما هنوز نمیدونیم که ریشه. من فکر میکنم ریشه ای ترین عامل اینمیست. بعد ای نوع نگاه باعث شده که عرف ناپسند اجتماعی شکل بگیره، قوانین ظالمانه و زن ستیز تدوین شده و عوامل دیگه ریشه از همه عامل گرفته. بنان من فکر میکنم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با توجه به همه عامل عمیق و ریشه‌ای برنامه بسیار گسترده آگاهی دهی را در سراسر کشور راه اندازی کرده تا این نگاه تغییر بده، نگاه جامعه را نسبت به زن تغییر بده. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تنها نظارت نکرده، تنها آمار ندادن، تنها اعلامیه صادر نکرده، بلکه در سراسر افغانستان در 1.5 دهه گذشته بیش از 700 هزار نفر در زمینه حقوق زن و حقوق بشر آموزش داده. نصاب تعلیمی معارف افغانستان را اصلاح کرده. و حتی متونی که زن ستیز بوده و خشونت زا بوده در نصاب تعلیمی ما تا حد زیادی از بین رفته و رفع شده. و در عین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای تغییر نگاه جامعه مضامین دانشگاه های خصوصی و حتی دولتی را در بعضی از موارد اصلاح کرده. مضمون حقوق بشر و مضمون حقوق زنان را شامل نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی افغانستان را قریب میکنه. قضایای آمار را من خدمت شما عرض کنم که بیش از 37,000 مورد شکایت مبنی بر خشونت علیه زنان در 1 دهه گذشته در کمیسیون حقوق بشر ثبت شده، مورد رسیدگی قرار گرفته و از قربانی ها حمایت صورت گرفته. این حمایت ها پیگیری جدی قضایای خشونت علیه زنان باعث میشه که مجرمین خشونت علیه زن، حتی مجرمین بالقوه، تحریک و وادار به تمایل به ارتکاب جرم پیدا نکنه. کم ابهام وجود داره آقای فرزان. شما یک بار از مثلا کارکردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر میگین و از تغییرات میگین، تغییرات مثبتی که طی چند سال گذشته در قسمت زنان و وجود آمده و اینکه موثریت کارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر شما عنوان میکنین. و یک در یک مسئله دیگه شما از افزایش خشونت علیه زنان میگین. پس وقتی که این کارها موثریت داشته و کارهای شما هم خیلی به صورت گسترده در تمام موارد بوده، پس چرا هنوز شما از افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان آمار میدین؟ بله، من خدمت شما عرض کردم که البته افزایش، وقتی ما از افزایش خشونت گپ میزنیم، از افزایش موارد آمار خشونت علیه زنان گپ میزنیم، از افزایش نوع اعمال خشونت، جرم خشونت حرف نمیزنیم. من خدمت شما عرض کردم که در گذشته هم خشونت علیه زنان وجود داشته با شدت بیشتر، ولی فعلا ما آمارها رو میبینیم که افزایش پیدا میکنه. خیلی از قضایایی که باز شده و نتیجه مطلوب ما از آن نگرفتیم، مثلا قضایایی که خیلی مورد خشونت خیلی شدید بوده و علیه یک زن صورت گرفته و این قضیه از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر راجع شده به نهادهای زیربط ولی به آن رسیدگی نشده، این مسئله رو میپذیرین؟ میخواستم بیایم که چند عامل دیگه داخل است، علاوه بر فقر معیشتی، علاوه بر اعتیاد به مواد مخدر، ناامنی داخل است که به در موردش بحث شد، و مهمتر از او ضعف حاکمیت قانون و فرهنگ معافیت از مجازات است. متاسفانه تعداد زیادی از قضایای خشونت علیه زنان به آن صورتی که باید در نهادهای عدلی و قضایی مورد تعقیب قرار نمیگیره. و البته یک خلای بسیار جدی ما در قانون منع خشونت هم داریم که بعضی از مصادیق خشونت علیه زنان به عنوان جرم خشونت علیه زن، متاسفانه بر اساس قانون منع خشونت نیاز به شاکی خصوصی داره. تا زمانی که شاکی خصوصی مراجعه نکنه به نهادهای عدلی و قضایی، خشونت علیه زنان در موارد خاص من حیث یک جرم عمومی تلقی نمیشه و نهادهای عدلی و قضایی او رو مورد پیگرد قانونی قرار نمیده. مثلا جرم ازدواج اجباری، ازدواج قبل از اکمال سن قانونی،
بد دادن و امثال هم. اینا از جرایمی است که در قانون منع خشونت علیه زنان گفته شده که زمان قابل تعقیب است که شاکی خصوصی باشه. شاکی خصوصی و قربانی از این جرایم مثلا جرمی بد دادن یک طفل است. طفل نمیتونه مراجعه کنه به نهادهای عدلی و قضایی. بنان این نوع جرایم باید جزء جرایم عمومی باشه و به محض که نهادهای عدلی و قضایی خبر میشه باید تحریک کنه. ما فرهنگ معافیت چند عامل بسیار مهم داره که باعث میشه که مجرمین خشونت علیه زنان به صورت قطعی و حتمی مورد محاکمه و پیگرد قانونی قرار نگیره. مداخله زورمندان محلی، افراد غیر مسئول هر روز متاسفانه دخالت میکنه. مثلا یک نفر به عنوان مجرم خشونت علیه زنان گرفتار میشه به اتهام خشونت علیه زنان، 10 تا متنفذ محلی و مثلا ملک قریه مراجعه میکنه با امر جنایی که امی آدم آزاد کنه و این آدم آزاد میکنه در حالی که مرتکب جرم شده، باید تعقیب عدلی شود. فساد اداری متاسفانه عامل مهم دیگر است که باعث تداوم فرهنگ معافیت و ضعف حاکمیت قانون شده. خود محرم از فساد اداری گفتین آقای فرزام، میشه بگوین که قضایی را که شما تا کنون به نهادهای زیرت راجع کردین چقدر رسیدگی شده؟ یعنی میزان رضایتمندی تون از این مسئله چقدر است؟ البته که ما در خصوصا در ولایات، در مراکز ولایات و مرکز افغانستان از رسیدگی به قضایا راضی هستیم. تعداد زیادی از قضایا را که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به نهادهای عدلی و قضایی خصوصا در بسارانوالی که در اواخر تغییرات خوبی در آن آمده راجع کردیم مورد رسیدگی قرار گرفته، اما رسیدگی به قضایا هنوز رضایت بخش نیست، کفایت نمیکنه و لازم است که به صورت جدی با قضایای خشونت علیه زنان برخورد صورت بگیره. بانو فروتن، وزارت کلان داریم به نام وزارت امور زنان، تا کنون کارکردهای وزارت امور زنان شما چی گونه ارزیابی میکنین؟ چی بوده کارکردش؟ موثریت این کارکردها چی بوده برای محو خشونت علیه زنان در افغانستان؟ قانون منع خشونت از دستاوردهای وزارت امور زنان است که اشکالات هم داره که با توجه به همو اشکالات وارد کد جزا نخواست که شاید بخاطر ده. که تلاش برای سکریزو یک کمیته تشکیل شود دوباره کار شود و بنامو یک از مشکلات عمدهش این است که باید شاکی خصوصی وجود داشته باشه که مسئله خشونت هایی که در خانه واقع میشه جز حریم خصوصی پنداشته میشه و کسی دیگه حق دخالت به او را نمی داشته باشه تا خود از اون نفر رفته شکایت نکنه. قانون من خشونت علیه زنان چرا با مخالفت ها روبرو شده؟ مثلا تعدد زواجات در اسلام بر ازو جواز داده و بر شرط و شروط مانده که شما عدالت رعایت کنه، ما در کل افغانستان شما بگردین که عدالت رعایت میکنه؟ این قدن این مسائل زمانی که میرفت در اونجا اکثر کسایی که از خودشان عالم دین میپندارن امروز در پارلمان کشور و قطعا با این قسمت با مخالفت ها مواجه میشد، با ازدواج های زیر سن اونا با مخالفت مواجه میشد. وقتی که یک ماده از وارد کد جزا نمیشد، خب ما دستاورد نداشتیم که قانون بخش های جزایی از او که حذف میشد دیگه قانون منع خشونت چیز از او باقی نمیماند. یک از دستاوردها قانون منع خشونت بوده، بعد از او کمیسیون عالی منع خشونت داریم که در اونجا موینان و قسم کمیشنر بخش زنان و حقوق بشر از ارگانهای مستقل در اونجا عضویت داره، به مسائل خشونتی که واقع میشه به شکل بالفرد در اونجا پرداخته میشه، روی مسئله بحث میشه، ارگانهای مربوطه هماهنگی صورت میگیره. وزیر امور زنان عضویت کمیته قوانین ریاست جمهوری رو گرفته که اونجا یک چانس است قوانین میتونه اینا به لحاظ جندری مرور کنن و در اونجا نظریات خودشان بتن. بس دیگه هم که نماینده های وزارت امور زنان در تدوین قوانین با یک موافقتنامه را با وزارت عدلیه امضا کرده با همکاری کشور آلمان، دفتر جی ای زد که سپورت مالی میکنه که نماینده از وزارت امور زنان میره در جلسات تقنینی که قوانین به شکل مستقیم یا غیر مستقیم با خانم ها در ارتباط در سالهای اخیر ابراز نظر میکنم. در این سالهای اخیر حدود 2 سال میشد از این توافقنامه. زنان به او توانمندی رسیده که خودشان تا که توانمند نشه با این پروژه های کوتاه مدت با این کار برشان صورت نمیگیره. شما گفتین سیستم خراب است. بله. مثلا باید از ریشه حل شود. مثلا تا جایی که ما میبینیم همیشه همین نهادهایی که برای مبارزه با خشونت علیه زنان کار میکنن همدیگر متهم میکنن. مثلا وزارت امور زنان شاید یک نهاد دیگر متهم بکنه، یک نهاد دیگر وزارت امور زنان متهم بکنه، پس با متهم کردن همدیگر میشه که این پدیده شوم را از جامعه شکن بکنه. ما متهم نمیکنیم، ما جزء می کشور هستیم، میگیم ما همگی مساوی کار نمیکنیم. پس شما میپذیرین که وزارت امور زنان هم درست کار نکرده در این رابطه؟ یعنی وزارت امور زنان فساد در این وزارت هم وجود داره؟ در وزارت امور زنان جایی نیست که اونجا فساد وجود داشته باشه. داده گرفت که بین خیلی از موارد فساد وجود داشته، حتی در یک نهاد مدنی میشه که فساد شده، حداقل در این نهاد
نه چون به چشم خود ما هیچ چیزی را ندیدیم در مدتی که ما در همین وزارت هستم. پس سیستم از کجا خراب است؟ ببینه سیستم از کجا خراب است؟ شما ماش میتین به یک معلم، معلم در همین ولایت های خود ما دور نمیرم نزدیک بیاین به می روزگان و دایکندی و به می ننگرها را جبین. استاد دقانی داره، شاگرد رخصت است. شاگرد مادرش کالاشویی داره، شاگرد رخصت است. شاگرد فارغ میشه بی سواد، ای چی میشه؟ مرد سندا هم قسم جلی بر کل گیدا درست میپذیریم. در خیلی از نهادها فساد وجود داره، خیلی از مشکلات دیگه وجود داره. در خود وزارت امور زنان مشکل اصلی چی هست؟ خب حالا ما میپذیریم نهادهای دیگه قبول کردن زنان، شاید دیگه شما شنیده باشین، ما میگیم که زنان با سواد شوه. آیا ما میتونیم مکتب اعمار کنیم؟ خیر. ما میگیم زنان باید به همگی شهروندان، خصوصا زنان میگیم که چون بیشتر آسیب پذیر است، باید به جای بسر برن که اینا امنیت داشته باشن. آیا امنیت ما تامین میکنه؟ باید سکتور که در پالی ما است، وزارت داخله و دفاع، باید اینا کارشون رو به درستی انجام بدن. وقتی میگیم سیستم خراب است، زنان انسان است، این نیست که برای ما یک محیط جدایی را بسازیم که او در یک جامعه ایدئال و بخواهی زندگی کنه. وقتی که یک مرد با سواد می باشه، یک زندگی خوب می داشته باشه، معیشت خوب می باشه، وضعیت کشور در مجموع بهبود پیدا میکنه، وضعیت زن هم بهبود پیدا میکنه. ما در یک کانتکست جدا نمیتونیم از زن بحث کنیم و بخواهیم بگیم وضعیت ازی خوب شده. بله، خیلی سپاس شما بانو فروتن. بیننده های عزیز، بحث را بعد از وقفه ادامه میدیم. ادامه برنامه سنگاه بعد از یک وقفه کوتاه. در ادامه بحث خوش آمدید. بانوشاه بحث را با شما دنبال میکنیم. تا جایی که از کارکردها گفته شد، از برنامه های گسترده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و وزارت امور زنان گفته شد که اینها در این رابطه واقعا مسئولیتشان را به خوبی ادا کردن و کار کردن، برنامه های خیلی گسترده برای حقوق شنات علی زنان در افغانستان گرفتن. ولی بان هم ما شاهد افزایش خشونت در افغانستان هستیم و بانو فروتن گفتن که سیستم خراب هست و باید این کار از ریشه حل شود. به نظر شما یکی از دستاوردها را بانو فروتن قانون منع خشونت علیه زنان گفت که تصویب شده. به نظر شما قبل از قانون منع خشونت علیه زنان قوانین دیگه‌ای که یعنی در دفاع از حقوق زنان وضع شده بود، قانون اساسی افغانستان، قانون مدنی افغانستان و قوانین فرعی که در افغانستان وجود داره، همه برای زن و مرد حقوق مساوی تعیین کرده بود، پس اون قوانین نتونست که راه حل باشه. آیا میشه که قانون من خشونت علیه زنان در افغانستان یعنی مشکل زنان را حل بسازه یا مثلا زنان را به حقوقش برسانه؟ ببینین بحث قانون من خشونت علیه زنان که سال، اگر شما نکنم، سال 1392 در مجلس داده شد و مجلس تصویب نکرد. بله، با مخالفت سر مشکلایی که در خود قانون مطرح کرده بودن. ما هنوز البته نمیتونیم بگیم که اونها واقعا مشکل بودن یا نه، چون باید چند حقوقدانی که از قانون بتونه خوب فنی بفهمه باید در این زمینه صحبت کنه. اما بس اصلی سر همیه که آیا واقعا قانون منع خشونت علیه زنان پیشنویسی که توسط خود دولت، وزارت زنان اینها پذیرفته شده بود و به نحوی تصویب شده بود اما در پارلمان تصویب نشد، 4 سال ازش میگذره و ما هنوز هم تصویب نکردیم در پارلمان. آیا میتونه همین واقعا یک دستاورد محسوب بشه؟ 4 سال زمان خیلی زیادی بود برای که ما بتونیم تعدیلات و یک سری کار تکنیکی بکنیم روی قانون و این را تصویب بکنیم، ولی ما هنوز هم این مسئله را داریم. بله، یک مسئله. یک مسئله دیگه، من البته یک صحبت با خود خانم فروتن دارم. ایشون به عنوان یک از نماینده های وزارت امور زنان، ما هنوز یک مشکلی که با وزارت زنان داریم این هست که واقعا وزارت زنان هم رقم که قبلا هم گفتم خیلی خاموشانه کار کرده. ما میگیم وزارت زنان، ولی واقعا زن همی جامعه افغانستان نمیدونه که وزارت زنان چی کار، کارش چی هست، مأموریتش چی هست. ببخشید من گفتم من خلاص کنم. و چی کار میتونه برای او بکنه و او در چه مواردی میتونه در وزارت زنان مراجعه کنه؟ هنوز حتی زن تحصیل کرده ای جامعه نمیدونه که وزارت زنان چی کار میکنه. وزارت زنان به اون معنا هم من فکر میکنم هنوز هم در جامعه افغانستان خودش نتونست به عنوان یک وزارت مؤثر نشان میده، یا حتی حداقل مشخص کنه که کار وزارت زنان چی هست، ماموریتش چی هست، چی کارها کرده. هنوز یکی از مبهمترین وزارت های افغانستان وزارت زنان در خیلی میتونه کلیدی باشه.
بله، هم قسم که میدانیم وزارت امور زنان یک وزارت جدید تأسیس است که بعد از کنفرانس بون با توجه به مشکلاتی که وجود داشت نهاد اجرایی نیست که کارهای اجرایی داشته باشن. یه شفاخانه ساخته شده باید خودش بره شفاخانه اعمار کنه، چنین چیزی نیست. اما کارهایی را که وزارت امور زنان میکنه تا جایی را که چند جای ما برخوردیم که خانم لب سرا گساد و نیفتیم، وزارت مبارزه، وزارت من خشونت گجاست، ما گفتیم وزارت من خشونت همینجا پیش ساده سی بازم و خانم رهنمایی کردیم داخل آمدیم. اکثرا با این مشکلات خشونتی که برمیخورن اما قسم ذهنیت سازی شده بانوان هموز نمیدارن که وزارت بنامه وزارت مزنان هم وجود داره، شاید هم چنین چیز وجود داره. متاسفانه امروز ما در اکثر جایه برق ما امروز در کابل ما امروز متاسفانه برق پشت تعقیب میکنیم که چی زمان برق میاد که ما یک موبایل خودت چارج کنیم. در قسمت خاموش بودن وزارت مزنان هم بگوین که چرا خاموش هستن. اما قسمتی گفتم که کارای اجرایی چون که نداره و بیشتر کارای پالیسی سازی است و راه‌های عملی سایر قوانین فراهم می‌سازند، به این جهت چون کارش بیشتر کارهای تئوریکی گفته میشه تا اینکه کارهای عملی باشد، جدای از بحث‌های مثل کمیسیون عالی منع خشونت، بخش آگاهی دهی و مشاوره دهی حقوقی و رسیدگی به بعض قضایا که اونا رو تعقیب و نظارت میکنه، بخش عمده ای از کارش کارهایی است که بیشتر بحث‌های نظری است که در بخش ساختن قوانین همی که گفتم که باید قوانین نماینده از وزارت امور زنان در وزارت تدلیه کمیته قوانین ریاست جمهوری در این جای از به لحاظ مسائل جندری از اونجا باید از حقوق خانم ها حمایت کنن، بیشتر کارها است و این کارها نتیجه نمیده. امروز مثلا مثل از اینکه امروز ما اگه بچه خدا مکتب روان کنیم سبا انتظار نداریم بیا بچه که شما بشینه نطاق شوه و سالهای سال ما انتظار از این داشته باشیم تا که یک کار فرهنگی و بیا به نتیجه بشینه بعد از اون حاصل از رو ببینیم. بله. و این کارهایی است که انشالله ما انتظار از این داریم که قوانین در طی سالهای سال بتونه که از این شهروندان ما از این مستفید شوه. بله. خب بانو شاهی، بانو فروتن گفتن که وزارت امور زنان یک وزارت اجرایی نیست و یک نهاد پالیسی ساز هست و گفتن که کارهایی را هم ذکر کردن که ما چنین دستاوردهایی داشتیم، یعنی به نظر شما این دستاوردها بسنده نیست؟ دستاورت های وزارت زنان چیزی نیستش که ما الان بتونیم سر قضیه بحث کنیم، چون پالیسی وقتی که ساخته میشه باید اجرا شوه، نه؟ تا زمان که اجرا نشه و پالیسی خیلی کار کردی نداره. ولی اونها میگن که اجراش با اون دیما نیست. آره، بس اصلی هم سر همین هست که وقتی که پالیسی که اجرا نشه بس در جامعه ما چی رقم میکنه؟ ولی شما مستقیما وزارت امور زنان را متهم به این میکنین که کار نکرده، خاموش بوده، در حالی که بانو فروتن میگن که ما کار کردیم و پالیسی هم ساختیم ولی که اجرا نمیشه مربوط به اینا نمیشه. خب بس کار نکردن نبود، خب بس سر این بود که من گفتم یک وزارت یک خاموشانه عمل میکنه و این خاموش بودن این هزار ابهام و سوال به وجود میاره. هدفتون از خاموشانه چی است به همین مسئله؟ یعنی که ما به طور مشخص دستاوردی ندیدیم. اگر پالیسی ساز هست اما وقتی که اجرا نشده بس او پالیسی هم متاسفانه کار کردی نداشته. بحث اصلی سر این مسئله هست. به نظر شما خود بانوان چقدر نقش داشتن تا کنون برای به دست آوردن حقشون؟ مثلا بانوانی که حالا کار میکنن، برای خودشون کار میکنن، برای به دست آوردن حقوق دیگر بانوان کار میکنن در افغانستان، چقدر خود همین بانوان میتونه که نقش داشته باشه در قسمت به دست آوردن حقوقشون در افغانستان؟ سوال خیلی خوب رو شما اشاره کردین و من فکر میکنم جدای از همه بحثایی که تا امروز مطرح بوده، بحث فساد مطرح بوده، بحث کمک ها مطرح بوده و بحث نگاه پروژه‌ای به مسائل جامعه افغانستان و البته بحث خشونت علیه زنان، ما فکر میکنم ما از نظر ظرفیت مردمی امروز خیلی کارهای خیلی خوبی را شاهدیم. مثلا کمپاین هایی که برگزار میشه بیشتر حالت خودجوش داره تا ای که مثلا پوشش پولی باشه یا ای که یک نوع نگاهی پوشه ای قضیه وجود داره که انگار زنان تحصیل کرده، به خصوص زنان تحصیل کرده ای جامعه به این نتیجه رسیدن که باید خودشان اقدامات انجام بدن تا بحث خشونت علیه زنان رو بهشان مبارزه کنن و در این بحث حتی مردهای بیشتر از قشر همین جوان جامعه افغانستان، مردان تحصیل کرده جوان ای جامعه در این قضیه باز اینها هم قدم با زنها هستن. وقتی که در جامعه فرهنگ خشونت حاکم باشه، فرهنگ خشونتی که ستم بر زن توجیه میکنه، ما نمیتونیم بگیم که مردان خشونت میکنن، این اشتباه ما نباید جنس مرد محکوم بکنیم، ما باید اون نوع نگاهی را محکوم کنیم که زن و مرد نمیشناسه. من ممکنه یک زنی باشم
که خودم واقع مورد خوشنود واقع میشم، ولی مثلا در جایگاه یک مدیر، یک در جایگاه یک مادر شوهر، یا در جایگاه زنی دیگه که مثلا یک همکار زن دارم، همون نوع نگاه مرد، مرد سالاری و خشونت محور نسبت به همکار خودم داشته باشم. شاهی شما اگر پاسخ شما این گونه بوده، بحث ما روی ازی هست که مثلا در جامعه افغانستان، خب در هر کشور خشونت وجود داره، این پدیده شما در هر جامعه وجود داره، در خیلی موارد مثلا خشونت مرد علیه مرد وجود داره، خشونت زن علیه زن وجود داره، حتی خشونت زن علیه مرد وجود داره، ولی در افغانستان در بیشتر موارد خشونت مرد علیه زن وجود داره که یک بحث خیلی گسترده هست که تاکنون ما از برنامه هایی که گرفتیم، از همچنان یعنی خیلی از بحث هایی که در این رابطه صورت گرفته، ما به نتیجه مطلوب دست پیدا نکردیم، هنوز هم شاهد افزایش خشونت مردان علیه زنان هستیم. اگر پاسخ شما این گونه بوده، گفته میتونیم که در افغانستان بیشتر موارد خشونت مرد علیه زن هست. شما گفتین که مثلا خشونت زن علیه زن هم وجود داره. ببینید، ما تصور عموم همی هست که در بیشتر مواقع مرد هست که علیه زن خشونت میکنه، و شواهد چیزی که ما در جامعه خودمون میبینیم هم همین هست. ولی ما خشونت زن علیه زن هم بر اساس نگاه فرهنگ خشونت محور داریم، اما یک مسئله دیگه، اما هیچ وقت این مسائل بیان نمیشه بخاطر همون فرهنگی که میگه که ای خیلی بی‌غیرتیه که من بگم که همسرم زنم سر ما خشونت کرده. با اون آخرین صحبت هایتون، چون که فرصت برنامه هم کم است، میخوایم که در این رابطه ابراز نظر بکنین. شاید این سوال بر بگرده به بیشتر به علمای دین. جامعه افغانستان یک جامعه اسلامی هست، مردم افغانستان یک جامعه سنتی هست، بیشتر مراجع اینها عالمان دین هست، مخصوصا در ولایت افغانستان، در نقاط دوردست افغانستان بیشتر خانواده ها مراجعه میکنند به عالمان دین که آنها بیشتر برشان فتوا میده. پس وقتی که ما موارد گسترده ای از خشونت را در افغانستان شاهد هستیم و یک جامعه اسلامی هستیم، شریعت اسلام خشونت و تبعیض را ممنوع قرار داده، با وجود از اینکه افغانستان یک جامعه اسلامی هست، یک کشور اسلامی هست، ولی شاهد بیشترین موارد خشونت هستیم، چرا به نظر شما این گونه هست و این پدیده شوم چگونه باید حل شود؟ فکر میکنین که در اینجا خانواده ها و عالمان دین نقش خیلی بسزایی داشته باشه؟ خب در این هیچ شک نیست که عالمان دین میتونن این مسئله را اصلاح کنن، اما عالمان دینی ما همه اینها تفکرات اینها منشأ در عرف جامعه ما داره. وقتی که ما میگیم یک تفکر و فرهنگ و عرف چند صد ساله را در مورد بحث خشونت علیه زنان داریم، ما یک شب نمیتونیم میره تغییر بدیم. ولی اینا رب ما نیاز داریم فرهنگ سازی کنیم. ما نیاز داریم که یک ادبیات مشترک خلق کنیم، ادبیاتی که روشنفکر جامعه افغانستان هم بتونه اون رو درک بکنه، عالمان دین جامعه افغانستان هم بتونه اون رو درک بکنه، و این هم یک منشأ دینی داشته باشه و هم منشأ روشنفکری داشته باشه. در بحثی که خشونت علیه زنان را ما بتونیم مبارزه کنیم و برای اونها توجیه کنیم که شما باید مانع بحث خشونت علیه زنان باشید. خیلی ممنون آقای فرسام. بسیار کوتاه اشاره بکنین، برنامه های جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر برای محو خشونت علیه زنان چی هست؟ برنامه های جدیدی که در این سال باید روی دست گرفته شود تا تغییرات در وضعیت زنان به وجود بیاید، و یک راهکاری که به نظر شما خیلی موثر باشه در تمام موارد چی هست؟ بسیار کوتاه. بله، به نظر من چند تا راهکار، چند راه حل میتونه مطرح شود. اول اینکه دانش عمومی جامعه ما نسبت به حقوق زن و حقوق بشر ارتقا پیدا کنه. دوم، حاکمیت قانون تأمین شود و مبارزه جدی با عرف و سنت های ناصحیح اجتماعی صورت بگیره و مبارزه با فساد صورت بگیره. چهارم چیزی که به نظر من به عنوان کسی که حقوق خواندم مهم است اینه که قانون به صورت قطعی و حتمی تطبیق شود، فرصت های شغلی برای زنان ایجاد شود تا زنان با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در چند عرصه فعالیت های مهمی در سال آینده انشالله خواهد داشت. اول در عرصه آگاهی دهی، دوم در عرصه مرور قوانینی که هنوز بازنگری نشده و هنوز احکام زن ستیز در قوانین ما هست،
و این قوانین باید مطابقت داده شود با کنوانسیون های بین المللی که در زمینه حقوق زنان دولت افغانستان به او الحاق کرده. رسیدگی به شکایات زنان، حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان و قربانیان خشونت که هر روز همه روزه به کمیسیون حقوق بشر مبارزه میکنه، از اینا باید چی مراجعه میکنه، باید حمایت صورت بگیره. نصاب تعلیمی ما بازنگری شوه و مرور شوه تا مواردی که خشونت زاست و زمینه های تبارز خشونت فراهم میکنه اینا از بین بره. بانو فروتن، در ظرف یک دقیقه کار بنیادی که وزارت امور زنان برای محو خشونت علیه زنان در افغانستان روی دست داره چه هست؟ بسیار قطعاً بر سالهای آینده عملی سازی پلان استراتژی ملی مبارزه با منع خشونت، پلان ملی عمل برای زنان، عملی سازی از اینا هست و تقاضای ما این است که انشاءالله در ده سالهای آینده همگی نهادها دست به دست هم بده، هماهنگی بیشتر وجود داشته باشد تا اینکه بتونیم یک شرایط بهتر در مجموع به شهروندان افغانستان ایجاد کنیم، امید به زندگی بالاتر بره، تا اینکه بتونیم که ما مشکل تمامی شهروندان حل کنیم. و یک پیام در اخیر میخوایم میره بگویم به تمامی برادران ما که مکنون بیننده برنامه است، به تمامی خواهران ما، ما زمانی که حقوق زن میگیم همگی خوشحال خوشبخت باشن، اما زمان ما به یک زن به درستی احترام ماندیم که واقعا بر از او زمینی روش فراهم بسازیم. یک مرد زمان خوشبخت میشه که یک زن خوشبخت در پالی از او باشه، اولادای از او تحصیل کرده باشه، یک زن که تحصیل کرده باشه از آشپزی از او تا لباس پوشیدن، طرز صحبت کردن از او کاملا متفاوت است و تحصیل از او تمامی ابعاد زندگی از او را تحت پوشش قرار میده. با امید چنین روز. خیلی سپاس، سپاسگزارم شما مهمانان گرامی. آقای عبدالاحد فرزام، رئیس دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بانو مریم شاهی روزنامه‌نگار، بانو قدسی فروتن مشاور وزارت امور زنان، خیلی سپاس که فرصت دادین و به برنامه تشریف آوردین. سپاسگزارم از همراهی شما بیننده های عزیز. تا برنامه دیگر، بدرود.